به به من از گوشت راسته گوساله استفاده کردم. خیلی هم کوچیک نمیزنم تیکه هاشو چون خورشتیه. میخوام تیکه هام بزرگ باشه. این اندازه ای کافیه. من 200 گرم گوشت دارم میریزم توی این خورشت. خورشت بادمجون مزیتی که داره یا مزایایی که داره اینه که با گوشت درست میشه، با مرغ درست میشه، حتی واسه گیاهخوارا با قارچ هم درست میشه و واقعا با هر کدومش فوق‌العاده است مزش. گوشت رو برش زدم روی تخته دیگه. حالا نوبت پیازمه که روی تخته دیگه ای من برش میزنم. به خاطر حالا آلودگی هایی که گوشت داره بهتره که کلن تختش رو جدا کنید، هم تخته گوشت هم تخته مرغ رو اگر شرایطش رو دارید. پیازم رو نگینیه تقریبا درشت برش میزنم. تا من این پیازا رو برش میزنم شما هم لطفا کانال ما رو سابسکرایب کنید، لایک کنید این ویدیو رو و برامون کامنت بذارید که خیلی به ما کمک میکنه و بهمون بگید دوست دارید چه غذاهایی براتون درست کنیم یا کلن چه چیزهایی براتون درست کنیم، چون بعضی دوست دارن نوشیدنی و یاد بگیرن، بعضی دوست دارن مربا یا ترشیجات یاد بگیرن. هر چیزی که تو ذهنتون میاد و برامون کامنت کنید. اول پیازا رو میریزم توی قابلمه، فعلا بهش روغن نمیزنم. یه کوچولو که آب پیاز گرفته شد روغنم اضافه میکنم. حالا روغن رو اضافه میکنم. خیلی نمیریزم به خاطر اینکه میخوایم بادمجونم سرخ کنیم، روغن زیاد میبره. توی پیاز کمتر روغن میریزم. تو همین هنگ که پیازمون داره سرخ میشه بادمجونا رو پوستش رو میگیرم و درشت برش میزنم. ببینید اگر خیلی نازک بزنید سرخ میشه، بعد میپزه توی خورش له میشه. پس بهتره برای اینکه خوشگل بشه خورشتتون حتما درشت بزنید بادمجونا رو. برشی که میزنید برش درشتی باشه. من الان مثلا همین این بادمجون با این قطر رو دوتا برش فقط میخوام بزنم چون توی خورش واقعا آب میشه و اصلا شکل خورش به هم میریزه. این از بادمجونمون. میبینید به همین اندازه کافیه، کوچیکتر نکنید، یعنی ریستر برش نزنید. واقعا یکی از خوشمزه ترین مواد غذایی موجود توی دنیا به نظر من بادمجونه. هر مدلیش کنی خوشمزه است، کبابیش کنی، سرخش کنی، بپزی، اون غذا رو لذیذ میکنه بادمجون. عطر خیلی خوبی هم داره. بعد از برش زدن میذارم توی آب نمک مقدار تلخیش گرفته بشه. تا بادمجونا یکم توی آب نمک بمونه بریم سراغ گوجه. گوجه رو سر تهش رو من میگیرم. خیلی دقیقا گوجه هم نیازی نیستش کوچیک بشه مثل بادمجون. دو تا برش میزنم. البته گوجه تقریبا سلیقه‌ایه ولی باشه خوشمزه تره. بعضیا نمیریزن زیاد، حالا گزینه ای نیستش که مهم باشه بود و نبودش، ولی به نظر من خوشمزش میکنه. خب اینم از سر و ته این گوجه و دوتا تیکش میکنیم که له نشه توی خورشت. ببینید پیاز نباید خیلی سرخ بشه، این حالت کافیه. گوشتا رو بهش اضافه میکنیم و اجازه میدیم که گوشتا و پیاز با همدیگه سرخ بشن. حالا توی این مرحله ادویه ها رو من اضافه میکنم. توی این مرحله نمک به هیچ عنوان نزنید چون گوشت خیلی دیر میپزه. میپزه ولی خیلی دیر میپزه. زردچوبه، فلفل سیاه، یک کوچولو پودر سیر،
خیلی نه، اوه چقدر هم پاشید این برون بر. یک کوچولو دارچین، خیلی نه، و یه مقدار هل و البته عنصر جدای ناپذیر من در تمام غذاها عصاره بره، که هم باعث میشه نمک کمتری بزنیم هم خیلی خوش طعمش میکنه غذا رو. قشنگ هم میزنیم و قشنگ قشنگ اجازه میدیم که گوشتمون سرخ بشه با پیاز و ادویه. دیگه گوشتمون سرخ شده، نوبت اضافه کردن رب بمونه. یه قاشق غذاخوری سرپر رب گوجه فرنگی من اضافه میکنم و اجازه میدم همراه با پیاز و گوشت یه تفتی بخوره و سرخ بشه و از این حالت خامی در بیاد. رب بمونم سرخ شده، حالا نوبت اضافه کردن آبه. بچه همین نکات کوچیکه که واقعا باعث میشه غذاتون خوشمزه بشه، اصلا ازش نگذرید اینطوری ساده. حالا من خورشتم رو میذارم روی شعله کوچیکتر و اجازه میدم چندین ساعت بمونه تا این گوشتا خوب بپزه. الان به هیچ عنوان گوجه، بادمجون اینا رو اضافه نمی کنیم چون زود میپزه و گوشتمون نپز هست اون موقع. آب خورشتمون که جوش اومد دربش رو میذاریم. حالا من این سمتم بادمجونامو سرخ میکنم، روغن رو میذارم داغ بشه، آب اضافه بادمجونم گرفتم چون توی آب نمک گذاشته بودم، کف ماهیتابه یه مقدار روغن ریختم و بادمجونا رو میذارم که سرخ بشه. چون بادمجون رو میخوام نیم ساعت آخر به خورشت اضافه کنیم، الان فقط سرخش کنید، نیازی نیستش که الان بذارید بپزه، پس شعلتون هم زیاد باشه فقط سرخ بشه کافیه. حالا گوجه ها رو میذاریم که سرخ بشه. گوجه ها نیازی نیست که بپزه، فقط باید سرخ بشه. اما خب شعله بالا درد سر روغن هم زیاد داره دیگه، ماشاءالله کل خونه روغنی میشه انقدر که میپاشه این ور اون ور. یه برنجی دم کردم، به به، عطرش کل استدیو رو گرفته. بریم ببینیم خورشتمون تو چه وضعیه. خب حالا توی این مرحله که تقریبا نیم ساعت به پایان کارمون مونده، گوشتمون خیلی خوب به نظرم پخته، من یه امتحان کردم قشنگ پخته گوشتمون. حالا توی این مرحله ما بادمجونا رو اضافه میکنیم، تقریبا یه نیم ساعت پایانی کارمون. بادمجون ها، گوجه ها و البته قوره. میذاریم نیم ساعت دیگه قشنگ جا بیفته و بپزم با هم دیگه. خب خورشت ما آماده شده، دیگه 5 دقیقه آخر کار بهش زعفران و نمک رو اضافه میکنیم. من یه مقدار زعفران بریزم اول. عطر و رنگش که عالیه. حالا نمکم اضافه کنم، چون نمک نزدم و گذاشتم کامل گوشت پخت، در نهایته که بهش نمک رو اضافه میکنم. خیلی هم نمیزنم، دوست ندارم که اون بادمجون و گوجه یه وقتی مشکلی براش پیش بیاد خیلی هم نمیزنیمش واس خورشتو. یه 5 دقیقه بمونه و بعد میکشیمش. من تو همین حینم یه ماست و خیار خوشمزه درست کنم براش که کنارش بخورم. ببینید باز با اینکه این همم درشت گرفتم، نیم ساعت آخرم ریختم، ولی باز ببینید چقدر نرم میشه بادمجون. یکم اول از آبش بریزم، گوجهش و گوشتش.
به به ببینید الهام خانوم چه کرده.